بچه ها خوبی چطورید؟ خوش اومدی به دومین روز از ولاگ ما تا نوروز. امروز میخوایم خونه تکونی این اتاق رو انجام بدیم. این اتاق مهمان ماست. یه چیزی رو الان بهتون بگم، خونه ما قدیمی ساخته و ما وقتی که وارد این خونه شدیم یه بازسازی کوچولو خودمون انجام دادیم، اما خب اون موقع چون واسه عروسی اینو میخواستیم برنامه ریزی کنیم و یه چیزی هم که بهتون بگم، تمام خونه عروسی همه چیه زندگیمون رو خودمون دوتای ما با هم درست کردیم و راستش خب محسوسنش کم بود. مثلا نم که من سرکار نمیرفتم، مثلا فقط با پسندازایی که میکردیم تونستیم همین خونه رو بخریم هم عروسیمون رو بگیریم. پس اون موقع هم دستمون خالی بود و نتونستیم خیلی خوب بازسازی انجام بدیم، که هنوزم پشیمونیم که چرا مثلا پنجرامون رو دوجه داره نکردیم، یا خونمون شوفاژ بوده قبل از اینکه ما وارد این خونه بشیم، ولی نمیدونم مثلا اینکه چی شده که شوفاژ رو برداشتم. بعد دیگه شومینه بود، من سال اول کلی مقاومت کردم که شومینه رو بر نداریم، ولی خب شومینم گرم نمیکرد خونه رو، مجبور شدیم این اتاق یه بخاری بذاریم. بنابراین من هیچ ابایی ندارم از اینکه نشون بدم این اتاقمون خیلی خوب نیستش، مخصوصا این بخشی که بخاری ازش، ولی خب ایشالله که خونم رو عوض کنیم و بریم توی یه خونه نوساز، خونه که دوست دارم. فقط همین رو میخواستم بهتون بگم که من میدونم این خونمون دکوراسیون خاصی نداره، این اتاقمون نیاز به بازسازی داره، کل خونمون ازن. نمیدونم چرا، نمیدونم، دلم خواست بهتون بگم که بدونید که من خودم هم میدونم که یه سری ایراده هستش، ولی هیچ خجالتی ندارم از بابتش. بریم دیگه خونه تکونی رو شروع کنیم، مخصوصا که لباسا. شما هم مثلا میشید که مثلا دم عید خب لباساتون رو همچوری میندازید، که مثلا شما میدونید خونه تکونی نزدیکه، میدونید میخواید تمیز کنید و اینا. آره شما هم مثلا میدونید. بریم الان بهتون نشون بدم که چه داغونیه. بهتون یه آپدیتی بدم. این کشوار رو همه رو تمیز کردم، ولی اینا رو زورم نمیرسه بذارم سر جاش، باید مسعود بیاد. بعد اینا لباسای زمستونیه که باید جمع بشه دیگه. نترسید، هیچی نیستش، اونا همه لباسایی که باید مدیریت بشه، یا اهدا میشه یا میره خونه مامانم. اینا آشغالیه و الان میخوام این کمد که اینجوریه، لباسای مسعوده، اینجا رو تمیز کنم. مسعودم زد اینا رو دیگه. کتابخونه که همینجوریمون، اون بالاشو خالی کردم. بعد اینجا هم اینجوری شد. به نظرم با اینکه وسیله هاش بیشتر شد، ولی انگار منظم تر شد. این کشو هم که اومدم من بذارم زدم شیکوندم. این کشوه که مرتب شد. این کشوه دیگه درش بسته میشه. کشوی تاپ ها که خیلی مرتب شد. کشوی شلوارام، این هم کشوی لباسه آستین بلند، این هم همین جوری دیگه، تونیک و این چیزا.
کشوی مسعود اون پایین، این سبد رخچر که مونه که خیلی دیگه خراب شد، اوایلش همش میرفتیم روش شکسته، حالا فردا میخوایم بریم خرید. میخوام یه سبد رخچر بگیرم. لباسای زمستونی رو جمع کردم، اینم کمد. لباسای تابستونی اول من نمیدونم چرا همه مانتو من قد مشکیه، ولی این ستا رو نگه داشتم. اینم این بر اصلا دست نزدم چون همش لباس مهمونی و اینا. اینجا این کیف دم دستیمه. این پایینم دوباره یه سری کیفا رو گذاشتم و صندل. همین الان جمع شده همه چی. این که آشغالیه، نگاه کن انقدر آشغال این دور این دوتا اتاق بر اومد. اینم لباسیه که میخوام اهدا کنم، اینم لباسیه که میخوام ببرم خونه مامانم، حالا یا واسه خواهرم یا یه سریشون هم میخوام بذارم اونجا خودم بپوشم. دیگه این اتاق الان جارو میکنیم دیگه تموم میشه. خب دیگه کارهای ما هم الان تموم شد. این اتاقمون هم فرششو دادیم قالیشویی اومده، ولی خونه مامانم ایناست چون با فرش مامانم ندادم. دیگه ما میریم الان شام بخوریم. خیلی خسته شدم، خیلی زیاد، اصلا نمیتونید تصور بکنید واقعا کار بود، ولی خب خدا رو شکر تموم شد. فقط الان آشپزخونه مونده. فعلا این ولاگ رو به پایان میرسونم تا فردا. مواظب خودتون باشید و پر انرژی باشید. خدافظ.